مهربانوی دیگه برام نوشته که من بیماری سر دارم و همین باعث شده که پدر مادرم خیلی بیش از حد منو محدود کردن. من تصمیم دارم از ایران برم و در خارج ادامه تحصیل و زندگی کنم، اما اونا میگن باید حتما بری پیش یکی. من 24 سالمه و چون تازه از همسرم که خیلی دوستشم دارم جدا شدم، خیلی همه چیز برام سخت شده. دکتر بابک، ما چون برخلاف میلمون از هم جدا شدیم و به اصرار خانواده ها به همین دلیل قرار گذاشتیم قوی بشیم و برگردیم به هم. اما نمیدونم چی شد که ایشون ازدواج کرد. اما بازم با هم تماس گرفتیم و همون میبینیم. ایشون میگه هیچ حسی نسبت به اون همسرش نداره. من نمیدونم چی کار کنم. فقط میدونم باید قوی بشم و روی پای خودم بایستم و اینقدر خانواده‌ام برام تصمیم نگیرن. میدونم دیدن ما اشتباهه، ولی واقعا سخته بدون اون. من خیلی احساساتیم و خیلی زود میشکنم و چند بار تصمیم به اقدام به خودکشی کردم. نمیدونم چجوری براتون حرف بزنم. خیلی مشکلات تو زندگیم دارم. دلم میخواد برم از ایران. فقط اینجوری هم میتونم پیشرفت بکنم و روی پای خودم بایستم. چه کنم؟ همش 24 سالته، ازدواج کردی، طلاق گرفتی، اونم ازدواج کرده و هنوز همدیگر رو میبینی. بعد نوشتی میدونم کارم اشتباهه. این یه اشتباه بزرگه. من نمیدونم چرا جدا شدین شما از هم دیگه. چطور شد که ازدواج کردی؟ چطور شد جدا شدی؟ حالا چطور شده که اون رفته زن گرفته؟ بعد اون چند سالشه؟ بعد هنوز همدیگر رو میبینین؟ خب اینا نشون میده که چقدر اوضاع خرابه. دوم، من عزیزم نوشته که بیماری سر داری. خب بیماری سر خودت میدونی این گرفتاری رو. آیا حتما پزشکا تشخیص دادن زیر دارو درمانی هستی؟ اینا مهمه. حتی اگر زیر دارو درمانی هم هستی، چون مسئله سره و بعد یک دفعه پیش میاد، خب طبیعتا پدر مادر نرماله که نگرانت باشن، چون اگه کسی پلود نباشه خب خطرات خیلی جدی داره. باید حتما در اون لحظه ای که سر به تو حمله میکنه تو کسی در کنارت باشه که بتونن نجاتت بدن. و این یه واقعیتیه که خودت نباید کتمانش بکنی. وقتی بهت میگن که ولی باید یکی در کنارت باشه، مثل یه بچه میگی نه. خب این یه نفر میتونه هر کس باشه عزیزم، میتونه یه پرستار باشه. چرا اینقدر اصرار داری که رو پای خودت بایستی؟ تو اصلا پایی نداری که بخوای رو پای خودت بایستی. دقت کن عزیزم، میگه چند بار تصمیم به خودکشی گرفتم. چرا خودکشی؟ انسان بالغ، انسانی که میتونه رو پای خودش بایسته، که نمیره تصمیم چندین بارم تصمیم به خودکشی نمیگیره. خب طبیعتاً با این رفتارت کودکانه است، برخوردت کودکانه است، ولی میخوای بزرگشی، ولی میخوای بهت احترام بذارن به عنوان یه بالغ. اول من باید افکار، احساس و رفتارم بالغ باشه تا من احترام بذارم مثل یه بالغ. الان بیشتر من تو رو 24 ساله نمیبینم، بیشتر توی این ایمیل، البته شاید اشتباه میکنم، من تو رو بیشتر 14 تا 16 ساله میبینم. یه نوجوان میبینم، نوجوان خسته یه گمگشته و لجباز که به زور میخواد رو پای خودش بایسته. اگر بیماری سر نداشتی، خب میتونست 24 سالت بود، میتونستی هر جای دنیا بری، ولی چون بیماری سر داری باید خودت هم جدی بگیری. یعنی حتی اگر پدر مادرم گفتن که برو، تو باید بگی، باید خیالت راحت کنی که یکی در کنارت باشه و بعد این ور آبا وقتی میای اینجا معالجه میکنی، بعد ممکنه که روز به روز بهترم شاید بشی، شاید نه. نمیدونم درصد سرعت به چه صورته، ولی به هر حال مسئله خودتی، کودک بودن خودته، نوجوان بودن خودته. مثل یه مهربانوی 24 ساله ازدواج کرده مطلقه شکست خورده نیستی که ببینیم باو چقدر بزرگ شدی تو این شکست. چون تو هر شکستی انسان باید رشد کنه، صعود کنه و نه سقوط. و بعد تو از اون درب و داغونتر، اون از تو درب و داغونتر، تو از اون بچه تر، اون از تو بچه تر، رفته زن گرفته اما با تو در ارتباطه. خب اینا اصلا نمیخوره. اینا اصلا هیچ پازل تو به هیچ جا نمیخوره. تو اول تکلیف خودت رو با این هم اکست روشن کن. اون ازدواج کرده، اون یه زن دیگه تو زندگیشه، تو حق نداری خیانت کنی.
اون حق نداره خیانت کنه. ببین چقدر شما بچه این که میگین اطرافیان مجبورمون کردن جداشیم. چرا اطرافیان خانواده ها مجبورتون کردن جداشین؟ چجوری ازدواج کردین؟ بعد چجوری؟ اصلا نمیفهمم. کاشکی بیشتر عمیق‌تر گفته بودی. معلومه که به زور ازدواج کردین دوتاییتون، بعد اینا به زور شما رو طلاق دادن. خب چرا تن به طلاق دادین؟ حالا که خودتون تونستین رو حرف خودتون وایسین ازدواج کنین، پس چرا به حرف اونا گوش کردین، طلاق گرفتین دادین و بعد قول دادین به همدیگه که قوی شیم بعد دوباره به هم برمیگردین؟ دو تا بچه این عزیزم، اونم بچه تر از توه. تو بزرگ شو، اولا کمک حرفه‌ای بگیر هر چه زودتر، چون چند بارم نوشته اقدام خودکشی کردی. تو خیلی خیلی جدی مشکل داری. فکر نکنه بگی بیا این ور آبا مشکلاتت حل میشه. کره مریخ هم ما بریم، باز مشکلاتمون با ما هست. ما باید خودمون رو پیدا کنیم، خودمون رو بشناسیم. اول پایه ها رو سفت کنیم، پاهامون رو که شکسته گچ بگیریم، بعد را بهیم. تو پاهای شکسته داری میخوای بدویی، تو بال پرواز نداری میخوای پرواز کنی. اول بالتو پیدا کن عزیزم، پاهای شکسته تو گچ بگیر، بعد اون وقت تو دو میدونی هم میتونی شرکت کنی. ولی تا این کارا رو نکردی، تا این اولویت ها رو بهش نرسیدی، بدتر میشه اوضاعت که بهتر نمیشه. موضوع به خودت خیلی باش و هر چه زودتر کمک حرفه‌ای بگیر، روانکاو و روانشناس خیلی خوب بگیر که بتونه خوب